این کار درست نیست. چرا؟ شخصی رو متضرر میسازی که شاید نفهمم این جای غصبی است. و این مکان غصبی از او که تو پول پیدا میکنی حرام است. او امنیتی کسان دیگه کنه که تان برین را چی رو اونسو کنه این چی دست پروژه رو میبینی؟ دست سرش که چیزی هست کنه که امیتا پیش برین برین باشا. حتی یک زن را شاروال مقرر کرده بود و کنترل میکرد، نرخ بازار را کنترل میکرد، جاها را که مردم استفاده میکرد کنترل میکرد. و این مسئولیت کم شاید سیمو گندن در توایو مخ که متاثر اطلاع در کنه دون و دکانداران رو تده دیوانسه به نحیم مجموعه در تقیقیم سیده و رویش گندم خوبه، داخلش گندم تردس خود را میبره. میگه چرا؟ میگه یا رسول الله شب باران باریده بود تر شده. پیامبر خدا علیه السلام میگه که در پدره هست یا نیستی؟ بگو هستی؟ اگر ما ظلم میکنیم خب بگو خب از که هستیم باز برانوش میکنیم جای از این مردم هست. و شاروال کابل مسئولیت داره که چنین کار رو انجام خدا میشه که باید گل باشه، گل خوب چیز هست. از این چی کنه؟ این چی هست؟ این چوالا رو بگو، این رو چون اینجا مانده؟ در پایتخت افغانستان این قدر بی‌نظمی باشه نشاندنده چی هست؟ و وقتی که داخل میشی متاسفانه اصلا مسئولیت نداری، دزدی، چور، چپاول، حتی ناموس انسان در امن و امان نیست وقتی که گذر می‌کنی. اطلاع موږ ورکړی دی مخکله مخکې چې تاسو خپل پیش برآمدونه په خپله هر سړی چې کت وګوري پیادره ورته معلومیږي. استاد پیادره ما نه معلومیږیدم تا معلومیږي که نه معلومیږي پیادره خوصی کوي صحیح ده. یکی ببین لاسپیکر هم زدگی فریاد زده میره در قصه مردم نیست که تیر میشن ویر میشن تکلیف دارن غال مغال است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فیه رجال یحبون ان یتطهروا والله یحب المطهرین. صدق الله العظیم. عزیزان شارواله کابل در این اواخر اقدامات به نهایت خوب را انجام داده و به خاطر نظم و دیسپلین شهر به نهایت کار میکنن. حتی اگر شما دیده باشین جاده ها را دارن ترمیم میکنن، کانال کشی ها را دارن درست میکنن، جویا را دارن درست میکنن، ازدهامی که متاسفانه کراچیوانا و دکاندارا درست کرده بودن همه را داره از بین میبره و این برای نظم شهر به نهایت مفید است. شما فکر کنین در پایتخت افغانستان اینقدر بی نظمی باشه نشاندنده چی است؟ در خود پایتخت شما کدسنگی برین، شما مثلا لیسه مریم برین، شار برین، چی حال است؟ هر جای کراچی گرفته، هر جای ببینی که یک کس یک تبنگ گذاشته سودا مفروشه و وقتی که داخل میشی متاسفانه اصلا مسئولیت نداری، دزدی، چور، چپاول، حتی ناموس انسان در امن و امان نیست وقتی که گذر میکنی. پس این کار شارواله کابل واقعا ستودنی است. پروردگار برشان در همتشان بیفزاید. چند نکتر عزیزا در رابطه با شارواله بیان میکنم و چند نکتر با کسایی که همی جاهای عام را غصب کردن ازش استفاده میکنن را بیان میکنم. اولی که نظم شهر، کنترل نظم شهر، نظم و دیسپلین شهر مسئولیتش برمیگرده به حکومت، برمیگرده به نظامی که در اوج است و شارواله کابل مسئولیت داره که چنین کار را انجام بده. نباید به این خفه شین که ما را چندین بار میای میگه که این دکانت در جای خوب نیست، برداشته بچه ما خفه شیم، غرفت جای مناسب نیست، کراچی جای مناسب نیست، باید برداشته شه، ما دست به گریبانش میشیم که نه خیری کار تو درست نیست، نه خیری مسئولیتش. شما ببین در زمان خود رسول الله علیه السلام پیامبر اصلا میخیزه گشت‌زنی میکنه در بازار، میبینه که یک کس سودا میفروشه گندم است و رویش گندم خوب است، داخلش گندم تردست خود را میبره. میگه چرا؟ میگه یا رسول الله شب باران باریده بود تر شده. پیامبر خدا علیه السلام میگه که ایرا جدا علایده بفروش و ایرا جدا علایده بفروش و این کار را میکنه. عمر رضی الله تعالی عنه حتی یک زن را شاروال مقرر کرده بود و کنترل میکرد، نرخ بازار را کنترل میکرد، جاها را که مردم استفاده میکرد کنترل میکرد و این مسئولیتش است. و برادرای ما نباید خفه شوند. از نگاه دینی، از نگاه دینی سه چهار نکته را ما بیان میکنیم که اگر شما این موارد را مد نظرتان نگیرین، پول را که بدست میارین پول درست نیست، او پول حرام است نعوذ بالله. شما ببینین یک تعداد دکاندارا را اگه ببینین دکانش داخل تمام وسایل خود را بیرو کشیده، از 100% وسایل داخل دکانش 60-70% در روی سرک است.
ای جایداد است عام، عام مردم باید از او استفاده کنند. اما تو ای جایداد غصب کردی، دکانت خالی و ای مکان غصبی از او که تو پول پیدا میکنی حرام است. حتی تعداد از علیل میفهمه که نمازش نمیشه. چرا؟ جای غصب کردی. و یا اگر میبینی کراچیوانا ده دفعه اینها را مثلا شاروال هایی میکنه که برین دیگه طرف، بازم میبینی که در اون موقعیت آمده، بازم برای مردم دیگه مزاحمت ایجاد میکنه و جایی را اشغال کرده که حقش نیست و جایی را که شاروالی برشون تعیین کرده که برین در اوجه نمیره. شما برین همی کتسنگی را ببینین، دو سه تا سرای برشون درست کرده که داخل سرایا باشین، مجرده که شاروالی نباشن نزدیکای خوفتن، شما تمام کراچی ها می به سر سرک راه بند میشه. حتی دیشب من تیر شدم، موتر مجبور بود از سر جدول تیر شود به خاطر که کراچی ها مکمل سرک بند ساخته بودن. پس چی وقت ما در شهر خود نظم بیاریم؟ چی وقت شهر ما زیبا شود؟ چی وقت شهر ما از این کثافتکاری ها، از این کثافت هایی که ما انجام میتیم دور شود؟ یک کس کیله خورده انداخته، یک کس گلپی مفروشه چیزایش در روش انداختگی، یک کس میوه مفروشه کارتنا و کریتاش انداختگی، یکی ببین لاسپیکر زدگی فریاد زده میره در قصه مردم نیست که تیر میشن ویر میشن تکلیف دارن، غال مغال است. پس چی وقت ما باید به نظم برسیم؟ این کارهای شاروالی ما رو میرسانند به نظم. یک، پس اگر استفاده از این مکان میکنین و از این مکان پول به دست میارین، پولهایتان درست نیست، چرا از مکان غصبی دارین استفاده میکنین و مکان غصبی گناه داره استفاده کردنش. دوم، ایجاد مشکلات برای دیگران میشه. شما ببینید یک سیاسر، یک خواهر ما، یک برادر ما، یک پیچه سفید، یک موی سفید میخواد که بگذر از پیش روی دکان تو تا به لب جوی آوردی وسایل رو گذاشتی و این مسکین نیت رایی نداره، مجبور دار بزنه داخل سرک بره، باز بیاد داخل پیاده. اصلا پیاده رو ما نماندیم بر اینها و این حرام است. پیامبر علیه السلام پرسان کردن که یا رسول الله بهترین مسلمان کیست؟ پیامبر گفت بهترین مسلمان کسی است که مسلمان های دیگه از شر زبان و شر دستش در امان باشه. هم شر زبان در امان نیست و هم شر دست در امان نیست. چه قسم مسلمان هستی؟ پیامبر خدا میگه آخرین رتبه ایمان، آخرین شاخه ایمان، اماتت الاذی عن الطریق، دور ساختن اذیت ها از راه است. اما ما دوباره اذیت ها را در سر راه میگذاریم. چگونه ایمان در وجود ما باشه؟ مزاحمت برای دیگران میکنیم. پیامبر ما علیه السلام میفرمه که بهترین مؤمن، بهترین مسلمان کس است که برای مردم منفعتش برسه، نفعش به دیگران برسه. اما ما خوب بر اونها ضرر میرسانیم. از نگاه دینی هم این کار ما مشکل است. اگر ما خود را مسلمان میدانیم، پیرو دین خدا میدانیم، نباید چنین کار را کنیم. و ایران بدانین عزیزان، الله متعال آنانی که برای دیگرا اذیت قائل هستند و اذیت میرسانه را نمیبخشه. یه جمله حقوق العباد است. ولو که شهید هم شده باشی، به دیگرا اذیت رسانده باشی، الله متعال در روز محشر ازت پرسان میکنه. نباید راه را بند کنیم، نباید سرک بند کنیم، نباید ازدحام برای دیگرا ایجاد کنیم. و از نگاه دینی کار حرام است. سومی که عزیزا، پیش از اینکه شاروالی کابل چنین کار را کنه، باید با خبر بسازه. باید دکاندار را بگه که ای پی که کشیدی به جای است، فردا نباشه. باید برای دیگرا بگه که کراچیت به جای است، فردا اینی جای برات مشخص است، برو در اینجا. جای برش مشخص بسازه، زمان برش بده. بعد از اگر او در امو زمان کار را نکرد، باز شاروالی کابل میتونه اقدام کنه، از نگاه دینی میتونه اقدام کنه. اما قبل از ابلاغ این کار درست نیست. چرا؟ شخصی را متضرر میسازی که شاید نفهمه این جای غصبی است، شاید از نگاه دینی نفهمه که کار کردنش در اینجا درست نیست. پس پیش از پیش باید به اینها ابلاغ شوه، برشان گفته شوه که چنین کار درست نیست، خلاف شریعت است و ملک عام است که تو از او استفاده میکنی. اگر در غیر از او، باز متاسفانه مشکلات دیگر ایجاد میکنیم که فاصله ایجاد میشه در میان حکومت و در میان مردم، که باز یک بنبست کلان دیگه که متاسفانه در 20 سال ما داشتیم حالم داره. و یکی دوم موضوعی که نباید مثل 20 سال حکومتی که متاسفانه در رشوت بود، ترافیک استاد میکرد، سر سرک تمام راه بند بود اما پولش هم میگرفت، میوه ازش میگرفت، کچلو و پیاز ازش میگرفت، باز کارش نداشت. و من متاسفانه میبینم بعضی جاها را میبینم
که هنوز هم همونطور انسان ها اشخاص است. از کراچیوان پول میگیره، از غرفه پول میگیره، از دکاندار پول میگیره، از موتروان ها پول میگیره، میگذارنش که هر کار کنن. که ای بازم دوباره به نامبدی نظام است که نباید چنین کار صورت بگیره. عزیزا بیم کوشش کنیم، بیم وطن خود را بسازیم. با خدا ما یکان بار میبینم میگم که بی نظم ترین، بی بندوبار ترین، بی دیسپلین ترین مردم ما هستیم متاسفانه. بریم ببینیم سر کوچه های خود را چی حال است. پر از آشغال کثافت است، جویا بند است. بریم ببینیم که نعوذ بالله زباله‌دانی های ما را ببینید چی حال داره. همین مبرز ها اکرمکم الله، ببینید چی حال از در کوچه ها. در قصهش نمیشیم که دیگه کوچه ما چی حال داره، سرک ما چی حال داره، شهر ما چی حال. فقط میگیم ما داخل اتاق ما، خانه ما درست باشه، خوب است، دیگه در قصهش نیستیم. ای حرام است چنین کار. بکشیم تا تلاش کنیم تا وطن خود را خود ما بسازیم. به خدا که بیگانه بیای بر ما تو بسازه. اگر ما تو دست نتیم به شاروالی، شاروالی هیچ کار کرده نمیتونه. اگر ما تو همی وجدان نداشته باشیم، همی تعمق، همی فکر نداشته باشیم که شهر خود را خود ما بسازیم، کسی دیگه غم ما را نمیخوره. 20 سال در ما خرابه و نعوذ بالله کارهای بد و زشت و رشوت و همه کثافتکاری هایی که در سرک اینها میشد انجام دادیم، اما حالا بیاین کوشش کنیم دست به دست هم بتیم بسازیم این وطن خود را که کسی دیگه بر ما نمیسازه. موفق باشین. السلام علیکم و رحمت الله.